ای خمینی، ای گجستک پرفند، ای دل آزادگان به کین تو پیوند، عقده ده قرن آرزوی خلافت، از پی آن جنگ های سخت نهاوند، هیچ نه در چشم بی حیای تو شرمی، هیچ نه در چهره عبوس تو لبخند، خنده به دوران تو گریخت ز لبها، خانه به نگذاشتی که نیست عزادار، از تو به یک سینه نیست هیچ دلی شاد، از تو خمینی و نیاکانت قبل و فرزندانت بعد، از تو به یک خانه نیست خاطر خرسند، آنچه تو کردی نکرد لشکر چنگیز، روز بلا در سرخس و توس و نهاوند، آب وضوی تو اشک دیده طفلان، مهر نماز تو مغز مرد خردمند. اگر ما از اول که به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلان کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. تشنه خون دمادمی و هماره است، دست و دهانت زخون خلق هنابند، بانگ پسر زین سویت که های پدر کو، فراموش کرده ملت ایران اینا رو، وای پدر زان سویت که چون شده فرزند، خانه بنگذاشتی که نیست عزادار، هیچ نماندی به هیچ چهره شکرخند، از تو به یک سینه نیست هیچ دلی شاد، از تو به یک خانه نیست خاطر خرسند، دشمن فرهنگ و دانش و هنری، قلب خدای تو نیست سخت و سیاه است، می سزد آن قلب را ریشه و بن کند. امروز برنامه رو با تک فیلمی از خونخواهان بابک خرمدین آغاز میکنیم پس از این سروده. تو زندانی سرخ جامگانی، هرچه در افسانه ها شنیده ای به چشم ببین، ما بخشی از افسانه خدایگان بابک خرمدین. شکار عرب برای من فرمانی است اهورایی. شکاره ای؟ چه فرقی میکنه؟ شما تشنه به خون عربید، خب منم عربم. ما بی دلیل عرب نمیکشیم. گناه تو تنها این نیست که عربی. عرب در میان من چه میکند؟ تو در خانه منی و من از بیداد تو به غار پناه بردم. چند دختره که دم بخرا تا به حال به بهانه ندادن جزیه تقدیم خلیفه کرد. یکی شبیه تو روزگاری عروس خود من را از هجله بیرون کشی. چشم پوشی بر این همه بیداد نهانیست. تو را دست و پا میبرم و به چریپا میکشم، کاری که خلیفه شما معتصم با خدایگان ما بابک کرد. این چومبه چاقلوه خیکی نوه خمینی سرصدا را انداخته، دارن آخه زاپاس درست میکنن، زاپاس و
برای رهبری و فلان و این حرف و جوان همین بازیست. وارد این بازی ها نشید. اینها بابک های خرمدین رو میکشن، سر میبرن، نمیدونن که سرخ جامگان هستند. سرخ جامگان هستند. برید مطالعه کنید تاریخ خودتون رو عزیزان من. سرتون رو به این بازی های روزانه که میسازن نذارید گرم کنن. درود دارم به همه شما مهربان ایران. آرزو دارم هر کجا هستید شاد خوش پیروز باشید. سرتون رو دارم بند میکنید که مغزتون توهی بشه. تو میگنم بابک خرمدین هیچ کی نمیدونه یعنی چی، سرخ جامگان هیچ کی نمیدونه یعنی چی، خمینی چه جنایتی کرد هیچ کس نمیدونه یعنی چی. چرا؟ چون الان که انتصاباتشون هست رگبار تمام این سایت مایت و صفحه مفا اینا مال خودشونه. چیترای علکی میزنن، ویدیو درست میکنن، ور میذارن، آن شد، این شد، اون شد، این شد، خرابش کرد، زدش، کشتش، خرتون دارن میکنن. دارن هم همیشه اینا برای کار خودشون زاپاس نگه میدارن، زاپاس ذخیره که اگه یکی سوخت، یکی کشته شده که دیگه جاش داشته باشن. الان این انتصابات که شده، خود بخشی از رژیم که اومد بخش بزرگی ریخت تو زبالدان تاریخ، بخش بزرگی رو ریخت تو زبالدان تاریخ، اینها خب کارشون تموم شده بود، بازنشسته باید میشدن، بازنشستشون کردن، ولی از قبل آماده کردن تو دانشکده امام صادق مسیح بهایی و مسیح ممانسیح فلان فلان تو حوزه علمیشون میان میخوان به شما بازیتون بدن. بازی نخورید، سریع بهتون میگم، زود میگم، تود میگم، شما بگیرید. این حسن خمینی، این چنبه توفاله خمینی نوش که اومد، این زرایی که اخیرا زد، فکر نکن برای تو زده دلش میسوزه. با خامنه ای چه حمله ای کرد، چه هجومی کرد. مردک تو راست میگی، پولا رو نگیر، دکون وا کرده. من نمیگم، خودشون میگن از 50 تا 75 میلیارد اینا در سال گرفتن توی سالهای گذشته. دکون دکون اگه حرفا رو میزنه برای اون دکون است که بمونه، تنور انتصاباتشون رو داغ نگه دارن. این چهار کلمه رو گفت همه خر شدن. این حسنه که توپولی گمان میکنه مردم جنایات این بابا بزرگشو فراموش کردن. قبلی که اونو گوش کنین بابا بزرگشو گوش کنه، خودت گوش کن حسن توپولی. توته میکنن، شمشیر را میکشت و 700 نفر را در یک روز از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند از دم شمشیر گذران. امام مسلمین هم اینطور بود. عدالت رو تنزل دادن به عدالت اقتصادی، کشتن عدالت. البته عدالت رو از حوزه اقتصادی هم خارج کردن، دست بردن در عدالت. آزادی یعنی عدالت سیاسی، آزادی یعنی همونطوری که شما حق داری صحبت کنی منم حق دارم صحبت کنم، شما حق داری رأی بدی منم حق دارم رأی بدم، شما حق داری نماینده خودتو انتخاب بکنی منم حق دارم اونی که دلم میخواد انتخاب کنم. البته هر کدوم که اکثر بردیم خب همون مطاعه، محل اطاعته. نمیشه تو برای من منتخب معرفی کنی بعد بگی آقا بیا به این رأی بده، همونطور که نمیتونم من برای تو این کارو بکنم. آرمان انبیا، امام هم در همون راستا، اینه که لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون اقامه اداره. شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد. اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه. مرتد فطریست و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه. آقای نوه امام اگر با این دید میرفتید جلو، معلوم نبود ایران رو به کجا میرسوندید، معلوم نبود ایران رو در خدا رحمت کنه حضرت امام به گنده تر از شما که شما شاگرد شهیردونم حساب نوشی منتظری امام برای اون نوشت. شما خیلی خوبه نوه امام که بری اون رنجنامه پدرتو بخونی، عبرت بگیری از تاریخ. آنها او را پسر نوح میخوانند و میگویند اگر این حکومت نامشروع است چطور بودجه 80 میلیاردی مؤسسات زیر نظر او که توسط این حکومت نامشروع تأمین می شود از حلقوم مبارک پایین می رود. ولی ببینید همین حسن، همین که حرفا رو می زنه
به اصطلاح خودشون زد اومد و رفت و فلان. همین حسن میلیارد ها تو این چند سال گرفته و ببینید چه امکانات امپراتوری داره و آخونده داری که ماه به ما بهشون حقوق میده. بودجه مصوب حرم خمینی توی سال 90ش معادل 59 میلیارد و 210 میلیون تومانه و این روی کاغذه وگرنه بیشتر از این هاست. من به عنوان کسی که پای درس حسن خمینی بودم و اطلاع دارم از این قضیه بهتون میگم تا بدونید اینا پول بیت المال رو چطور مصرف میکنن. حسن خمینی کنار قبر خمینی چهارشنبه درسی داره به نام درس خارجی فقه و به ازای هر طلبه که تو این درس حاضر بشه 50000 تومان و پنجشنبه شب ها نماز داره کنار قبر خمینی خودش و به ازای هر طلبه 100000 تومان میده. حالا جدای اون شام و نهاری که بعدش میشه نشستیم آقای پژمانفر، این یک ساعت و نیم چه ایده ای رو به این شنونده دادید که اعتماد پیدا کنه بره رأی بده؟ یه دو تا ایده شو به نظرم هیچی. کدوم ایده مثبت؟ یه جمله اصلا از وقت من بگید، یه جمله ای که مثبت باشه شما گفتید که یه نفر قانع کنیم بیاد پای صندوق. مردم کلید در نمیاریم، میگه وای مردم بیاد به کلید ما رأی بدید. خب مردم میگیم باید شما بازم رفتید با آقای روحانی. بابا آقای روحانی ولش بابا شما اصلا اعدامش کنید. بعد خود خامنه‌ای میاد میگه آقا به حق بعضیا ظلم شد. چی ظلم شد؟ خب چیزی فرق کرد، چیزی تغییر کرد، یکی آورد تو از اونایی که بیرون کرده بود، همه آشغالا ریختن تو سر لاشغال. عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد، نسبت هایی داده شد یا به خودشون یا به الان چون مشتبه میگردنه خامنه‌ای میاد این ماله میکشه، ماله میکشه. این بازی تنور داخل شما گول نخورید، گول اینا رو نخورید. این سعید قاضی میاد بگه محمودی نرفته بود همون شپش گرفته بود، شپشو ها بهش رای دادم. تو اینم به ملت یه بابا شده رئیس جمهور، خیلی قد آرنولدی و تیکل آرنولدی بشونه، قیافش زیبا بوده، نه اتفاقا به خاطر همین تیپ کارگری صورت چروکیده، به خاطر همین رای ها، اتفاقا به خاطر تبلیغات افتضاحی که در خصوص کردن. گفتن بابا یکی بیاد این احمد اینجا داره برداد، یه ماه همون نرفته اینا و ایش داره برای همون، به خاطر همین رعی آورد. همه روستایی ها گفتن تو رو خدا این هم مثل ما بدن شیپیش گذاشته یه ماه اینا، دمش گرم از خودمونه این اینا، رعی بدید رعی بدید. شما ذکاوت داشته باشید مردم ایران، ذکاوت و تیزهوشی. اگر رفتید رعی دادید، باز اینا 30-40 میلیون رعی در آوردن برای رئیسی، دخلتون اومده، اینا میمونن. امسال اینا نمیتونن تقلب کنن، کامپیوترها رو بازی بدن، چون نماینده های سازمان ملل و سازمان های، من بهتون بگم حالا نباید میگفتم ولی میگم از قبل میگم، اینها به عنوان خود ایرانی ها ولی با ماموریت در ایران حضور دارن، با تلفن دستشون فیلم میگیرن، سفارو رو فیلم میگیرن که فلانجا چقدر تو صف بودن، فلانجا اسناد رو جمع میکنن. حدود 1500 2000 نفر فقط برای تهران اومدن ایران، مردم بچه ها جوون ها خود ایرونی ها، یه قولی که میگفت ایرانی که خیلی راحت میشه خرید، حالا اینجا که برای خود ملت دیگه کار میکنن. اینا اومدن اونجا که صندوق های رای رو فیلم بگیرن، نگاه بکنن، ببینن، بعد برن گزارش جهانی رو بدن، با اینکه جهانخواران هم با اینها هستن، و وقتی گزارش داشته باشن دیگه نمیتونن بذارن زیرش، ببینن کسی بیان رای نداد، بیان 30 میلیون رای برای آقای رئیسی که میدونه چه کرده همشون در بیارن. بعد خصوصا که آقای رئیسی خودش میچسبونه به این قاسم سلیمانی، شنیدم دخترش کار خیلی خوب کرد، گفت از بچه بابان سو استفاده نکنید، باباش زدن کشتن، یعنی رأی نمیده، یعنی در انتخابات دختر قاسم سلیمانی که شما چند میلیون اومدین تو خیابون براش رأی نمیده، این یارو که عکس باباش میذاره کنارش میگه عکس بابان نذار سو استفاده نکنید. واقعی حسن خمینی حالا اینا فکر میکنن که یک بار خب کار پیش میاد، مشتبه رو بزنن بکشن، ترور شه مشتبه، نمیشه که مملکت رهبر نداشته باشه، میشه رهبر نداشته باشه؟ نه. این 66 شانزلیزه دفتر ماست، خواستیم بیاد پاریس، نگاه کنیش از ایران ایر اون ور خیابونه ایران ایر اون ور خیابونه، ما این ور خیابونیم، ولی یادتون نره ما شهر فرنگ و بسته نیست، هی میگن آقا اون داریم که بستین دیگه، نه اونجا بازه با
قرار قبلی میتونید داشت برید، باید از قبل تلفن کنین قرار بگیرید بدونیم کیست که میخواد بیاد و چی کار داره. اصلا قدیمی دنیا عوض شده. حالا اینا فکر میکنن که مشتبه اینا اینجاست این 66 شانتیز ببینید حالا مشتبه یه بار نکنید تیر میری چیزی بخوره کشته بشه. برای نظام مهمه، آدم ها که اصلا خودشون و همه شون میاد تبلیغ کردن شهادت و قربانی و فلان و اینا، میخواد نظامشون بمونه، برای موندن نظامشون عزیزان من هر کاری رو میکنن. به همین دلیل حسن خمینی زاپاس جمهوری اسلامی اینا تازیانه هستن که بره مملکت حاکمن مفخوری کرده و میکنن و تا اونجا بشینه حرف اونو پخش کن، حرف اینو پخش کن. بچه کن، شما باهوشتر از اینا باشید، شما باهوشتر از اینا باشید. شما ببینید اینجا نگاه کنید پشت سر من مجسمه آزادی میبینین، اینور برج ایفل میبینید اینور. این مجسمه آزادی توسط یک میتراگرا در پاریس ساخته شده و نزدیکی برج ایفل هم هست. بعد بعدن این مجسمه رو برای نیویورک ساختن، فرانسوی ها هدیه دادن به اونها. دستش دست این مجسمه آزادی اون یکی نیویورک هم همینطوره. این مشعل آتش جاودان زرتشته، این دست دیگهش کتاب اوستاست. اینو یاد بگیرید، اینو بدونید. کسی که این ساخت برتولومی یک اندیشمند فرانسوی و میتراگرا بود. میترائیسم الان در دنیا هست، حالا صحبت کردم دیگه امروز وادی مپس نمیشیم، اما مپس اینه که گولتون نزنه با این انتصابات. رهبر دارن الان مشتبا جوون میخوان بکنن دیگه، بعد این حسن توپولی خیکیرم اینجور سرصدا براش را انداختن، همینو تبلیغات. همه اینها تازیانی هستند که بر خانه و سرزمین شما حاکمند. همونطور که دیدید اولتون یک دقیقه چی گفت بچه های بابک خرمدین سرخ جامگان یارو خلیفه رو گرفته بودن عربرا، چی گفت؟ گفت تو اومدید فامیلی ما رو تو خونه بردی دختر ما رو چین همین کاری کردن. این آدم ها که حالا بعد بچه های خودشون وقتی میرن خارج چجور را میرن؟ چجور میگردن؟ نوه خمینیه. ولی یک مشتری میخوان خر کنن در داخل و در خارج، یارو خیکی میاد اینجا میشینه. امپراتوری داره ای، امپراتوری داره حسن خمینی. ثروتی که ای داره از پول بیت المال، از پول شما، همین روحانی بهش داده. تازه فکرم نکن روحانی 72 میلیارد در سال، قبلا بود 50 میلیارد، بعد بود 75 میلیارد. چیکار میکنی مردک؟ فقط یک بنیادش، همین دکونش، دکون خمینی. قبلش رو چقدر دادن ساختن که از دیسنیلاند دیگه. حالا شما اینا رو یه ور دارید، اون ورم شما محمد رضا شاه با اون شکوه، با اون عظمت که سرنگونش کرد جهان، برای که بده مملکت به این اراذل و اوباش. و امروز، امروز که من با شما مهربان یاران هستم، روز بزرگیست امروز. امروز یاد روز جانفشانی ژاندارک ایرانه، پرنسس لیلا پهلوی ژاندارک ایرانه. امروز 20 سال گردشه، 20 ساله که به خاطر آزادی ایران این دکتر خودشو فدا کرد. نخست چند نکته رو که تا حالا گفتم در مورد لیلا میگم، بعد یه فیلم خیلی خوب داریم از سومین آیین بدرود با اون سومیش، یعنی مال 17 سال پیش فیلم، ولی چون ندیدید و خیلی از شما توش هستید اون رو براتون پخش میکنیم امروز، بشنید و تماشا کنید. پرنسس لیلا پهلوی اولا که دستش تو جیب خودش بود، از مامانش پول بگیره مثل بعضی ها نبود، دستش تو جیب خودش بود و از ارثی که رسیده بود بهش هر از چندی بهش چیزی میدادن، ولی خودش کار میکرد. کارش مانکنی بود، مانکن بود، در نیویورک برای یک کمپانی کار میکرد مانکن بود و در پاریس برای کریستیان دیور، مانکن کریستیان دیور بود و 5 زبان هم صحبت میکرد، 5 زبان. پارسی رو که خب زبان خودش بود، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی،
تازی، پنج تا زبون صحبت میکرد و بعد عاشق ادبیات پارسی بود. با اینکه 8 ساله بود از ایران خارج شده بود و در 31 سالگی تقریبا جانش رو فدا ایران کرد، 20 خورده سال 21 سال خارج از کشور بود، هر جا می رفت می گفت من به ایرانی بودنم افتخار میکنم. مثل بعضی که الان اکسان بگیرن و لهجه صحبت کنن، اینا پارسی صحبت میکرد. بارها من شاهد بودم در جلساتی که فرانسوی ها حضور داشتن، انگلیسی حضور داشتن، انگلیسی زبان ها، ایشون عمر خیام رو میخوند و ترجمه میکرد برای اینها به فرانسوی یا به آلمانی یا به انگلیسی. مولوی رو که بهش بسیار علاقمند بود، کدومتون اینجور هستید الان؟ کدومی که از شماها مولوی و حافظ و خیام و اینا دارید میخونید؟ میخوند و برای اینا ترجمه میکرد. این تقویم 7000 ساله آریای میترایی همیشه تو جیبش بود. تا هم صحبت میشد در میآورد میگفت من 7000 سال تمدن شهریگری دارم. 7000 سال. در اولین سالگردش شهبانو به دکتر مجیدی که در میان ما دیگه نیست دستور داد که بنیادی درست بشه برای همین تاریخ 7000 ساله، که بعدا نمیدونم چی شد، اصلا نشد شد و بعد فردریک میتران مسئولیت دیگه. علاق برها اینقدر علاقمند بود به تاریخ و تمدن سرزمین خودش و همیشه با دسترنج خودش زندگی میکرد و مانکری میکرد. امکانم داشت که ماها عزیزترین افراد خودش رو نبینه، عزیزترین افراد خودش رو نبینه. به همین خاطر کسی نمیتونه مدعی حرفهای منفی برای این شخصیت بشه. انسان امکان داره در عرض 24 ساعت تغییر کنه، 48 ساعت تغییر کنه، یک ماه، یک هفته تغییر کنه. شما یک کسی که مدت هاست ندیدی، به ویژه عزیز انسان هست، انسان نبایستی بیاد و قضاوت بکنه و داوری بکنه. پرنسس لیلا پهلوی، بارها گفتم، پیش از این که با خوراندن قرص بهش بکشنش، پزشکش یک پاکستانی بود، اینا همه رو قبلا گفتم، برید گوش کنید، سالها مورد تحقیق و پژوهش بود به خاطر دروغ‌هایی که گفته بود در لندن. و بعد دو مورد دیگه ایشون اقدام کرده بودن برای کشتنش. یک بار سیم تلفن تو اتاقش دور گردنش بوده، سر صدا میکنه، یارو مسئول هتل در رو میره پایین، مستر کیر بیاره واکنه، میاد میره بیهوش افتاده بوده و سیم دور گردنش بوده. یه بار دیگه هم که میره بیشه همون دکترش که پاکستانی بوده، اینجای زیر چشش بشه که مرد آدم ها رو کتک میزن، از زنها رو کتک میزن، خصوصا سیاه شده بوده. اینها همه قبل از این بوده که ایشون رو با خوراندن قرص، با خوراندن قرص کشتن. چون میگفت، به من تأکید میداشت، میگفت که من جاندارک رو خیلی خوندم و خیلی جاندارک رو دوست دارم. جاندارک رو انگلیسی ها چون میهن پرست بود و فرانسوی رو بود و فرانسه رو دوست داشت، فرانسوی ها ولش کردن جاندارک رو. انگلیسی ها همونطور که ناپلئون رو اینا رو چه کردن، و یعنی جاندارک اینا رو هم انداختن تو آتیش سوزوندنش. پرنسس لیلا میگفت من اجازه نمیدم که میهنم، مردمم، سرزمینم، حتی خود من رو بگیرن بندازن تو آتش بسوزونن. من خودم میشم ژاندارک رهایی ایران. چه اون چه شاهزاده علیرضا پهلوی. هنگامی که علیرضا پهلوی گفت من چکمه های رضا شاه رو پام میکنم، خرید اینجا از پاریس، با هم رفتیم چکمه ها رو خرید. و تو کی غیرت میخوای پیدا کنی دنبال این تازیان، سادات تازی شکم گنده دوست بری تا کی؟ تو یاد در مردم هم میهن عزیزم، باری از این گناهان به گردن توی که ظلم رو پذیرفتی، از نیاکان خودت یاد نمیگیری، نهضت شعوبیه رو میشناسی، سپید جامگان رو میشناسی، سرخ جامگان رو که اول نشون دادم یه دقیقه رو میشناسی، قرامته رو میشناسی کیان هستن، قرامته چی کار کردن، قرامته برو بخون ببین چی کار کردن.
فکر کردید ما خائنینی داشتیم که رفتن از روسیه و عراق و انگلیس و اینا پول گرفتن چین و اینا که اومدن مملکت رو داغون بکنن؟ ایران مهد آزادی و تمدن که بوده، انسانهای دلیر و شجاعی هم داشته که براش جون دادن. مردم برخیزید، مردم پاشید، تاریختون رو بخونید، درس بگیرید. بازیتون دارن میدن با این شبکه های اجتماعی مزخرفات حسن خمینی، دعوای سعید قاسمی با احمدی نژاد. احمدی نژاد اونو گفت، اون اینو احمدی نژاد آخرین گفته من تا 28 که انتخابات صبر میکنم. اولاق خر خودتی، چه صبر میکنی؟ چیکار خود بکنی؟ دارن سرتون رو گرم میکنن، روز به روز هم ابلهترمون میکنن با این رسانه های مجازی که آفریده شده برای ابلهتر کردن ماست. آیین بدرود با لیلا رو ببینید عزیزان من، خیلی از شما این تو هستید. این سومین سالگرد بدرود با پرنسس لیلا است. بخشی رو میبینید و در خدمتتون هستم.
چرخ بازیگر تو هم گاهی نمیفهمی، تو هم گاهی نمیدانی، تو هم راز بزرگ مردم ما را ز لوح گردش گردون نمیخوانی. بگو ای چرخ بازیگر، چرا چشمان پاک مردم ما را چنین از عشق تر کردی؟ چرا خاک عزیز زادگاهش را چنین زیر و زبر کردی؟ چرا شاهی نمیدان را چنین بیبار و پر کردی؟ چرا آخر چرا ای چرخ بادیگر؟ نمیدانی، نمیدانی که اکنون ملتی در سوک او هر لحظه میگرد. ترس من از آن است که دوری از وطن عادت شود. به نام خداوند جان و خرد که از این بهتر اندیشه بر نگذرد. اگر دانی من آگر کنم ساخت و پاشانی و یاد و نام نامی یگانه ابرمرد مشرف زمین همیشه زد یاد انوشروان، اعلیحضرت همایون، محمد رضا شاه پهلوی، آریامه، شاهنشاه فقید ایران. این ملت ایران که الان نماینده های باقی اونها این جامعی تشکر کنم و به خصوص بگویم که چقدر دلم از سر داری که هم بطنان رو تکرمون رو بزید. زنده باد شاهبانو، زنده باد شاهبانو، زنده باد شاهبانو، زنده باد شاهبانو. مطمئنم که امروز صحبت به یاد لیلا هستیم و به یاد لیلا های در داخلی و خارج وطن هستیم. من مطمئنم که با اتحاد
بهمیانی تمام هموطنان رو به خصوص در داخل کشور و خارج کشور سرزمین عزیزمان به آزادی خواهد رسید، به مرگ سالاری خواهد رسید و در راه پیشرفت خواهد رسید. من اطمینان دارم قدرت ملت ایران به تاریخ کهنسال ایران، به فرهنگ ایران هستم که نور بر تاریکی پیروز کنم و ایران نامن خود نیست از خاکستر خودش برخواهد زد. من آرزو می کنم به توانیم یک روزی پیکره عزیزانمون رو به سرزمین خودمون بازگردونیم و به خصوص هموطنانی که سالهای سخت قربت کشیدن بتونن به سرزمین بازگردن و ملت مردم ما مملکت ما رو احترامی که همیشه در جواهر دنیا داشت دوباره به دست بیاره و دیگه در تاریخ مملکت ما میدانهای فداشویی نباشه. و واقعا میخواستم بگم که امیدوارم که در آینده عشقای همه شما همه ما عشقای شادی باشه برای یک ایران آزاد و آباد و دیگه عشق غمی برای هیچ ایرانی نداشته. I'm not going to do that.
به این وقتی خودشون تنها بگیرن با کسی هم افتیم و هنوز همچنان زحمت میکشه و همچنان میادی لیلا هست. واقعا من به شما تبریک میگم. بینندگان عزیز، من در همین مراسم شاهدخت لیلا پهلوی با دختر جوانی که برای این مراسم تشبه آوردن آشنا شدم، یعنی خواستم که با ما صحبت کنن. میخوام که اول خودشون معرفی کنم. مرسی که با من دارین حرف میزنیم. اول خودتون معرفی کنین، اسمتون رو بگین. اسم من لیلا هستم، فرانسه هستم، دانشجو. اهل فرانسه هستین؟ اصلا چرا خوب فارسی حرف میزنین؟ با سپاس از برادر عزیزم مهندس امیر شجره دبیرکل این تلویزیون. مثل همیشه به پایان برنامه میرسیم. از شما پروانه میخوام که با شما به درود و خداحافظی بکنم. روز یک شنبه گذشته ما در سالن کتاب بودیم پاریس، لیکرا برقرار کرده بود، تعداد زیادی از هممیهنان عزیز تشریف آوردن اونجا. من از همه شون سپاس گذارم، از همه تون سپاس گذارم. حالا کتابم خریدم، خواستم سپاس گذارم. و دوستان زیادی از بچه های فرانسوی شخصیت ها اومدن
چون رادیوی ما رو به زبان فرانسه گوش میکنن، خیلی از عزیزان ما به زبان فرانسه برنامه ما رو میشنیدن، فرانسوی هم اومدن، روز بسیار خوبی بود و جای همه شما خالی بود. این اولین نشست عمومی بود که تو پاریس بعد از این بیاد بگم تو تاریخ بونه بعد از این جریان قرنطینه و حرفا تشکیل شد، با امید به این که سربلند و پیروز باشید و آگاه و آزاد. سیاوش اوستا داستان گرم همه شما رو میفشاره و بایتون بدرود میگم تا درودی دیگر. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. مژده به مهربان یاران گرامی، انجام آیین عروسی و خویشاوندی به سبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا با اسناد زیبا و پارسی ایران باستان در سراسر جهان از طریق اسکایپ به رایگان. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی، از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقد به زبان تازی، توهین به زن ایرانی. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می‌گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می‌کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت منیز، آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است و این شیوه توسط ده ها محضر در داخل میهن دنبال شدند. پیوند زناشویی به سبک آریایی، آستاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است. Oh.
شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. مهربانیاران گرامی، برنامه های سیاوش اوستا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی در آرشیو یوتیوب ببینید. youtube.com/mehrtv ای خمینی.